بچه سلام، چطوری؟ امیدوارم عالی باشید. به نسبی هستم در خدمتونم با این ویدیو. امروز آپدیت ورژن جدید بازی، یعنی ورژن 2.4.0 منتشر شد و هولوش ساعت 11:30 اینا بود که بازی از بریک هم در اومد. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ بررسی اتفاقاتی که بعد آپدیت افتادن، چیا تغییر کرده، چیا اضافه شده، چیا کم شده، همینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. حتما پس از اون پایین لایک و قبلش بزنید که خیلی سریع بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه، اول از همه شروع بکنیم از قرعه ها و شانس های رایگانی که امروز به هممون داد. 3 تا شانس رایگان تونستیم دریافت بکنیم. یه دونه از باکس لژندری برزیل بهمون داد، یه دونه از باکس اپیک امروز که من یونایتد باشه تونستیم بگیریم، و یه دونه قرعه رایگان هم از باکس جدیدی که امروز به بازی اضافه شده، اگه بتونم اسمشو درست بخونم، سی دی گوادالاراجا. این 3 تا قرعه رایگانو بهمون داد که حالا جلوتر ساینشون هم انجام میدیم با هم دیگه. بریم سراغ کمپین های لاگین. 3 تا لاگین بونوس هم امروز ما داشتیم داخل بازی که اولیشو دارید اینجا ملاحظه میکنی. لاگین بونوس معمولی که 6 روز میتونیم جی پی بگیریم ازش و 1 روز میتونیم ایفودال کوین ازش بگیریم. یه اسپیشال لاگین بونوس هم امروز ما داشتیم که استارت خورد از امروز تا دوم ماه بعد میلادی. اگه به مدت 7 روز بیاد وارد بازی بشید میتونید ایکس پی ترنینگ 10 کایی دریافت بکنید. و مورد سوم کمپین کارنیوال هستش که قسمت لاگین بونوسشو دارید اینجا ملاحظه میکنید. جوازی که بهمون میده هم جی پی هستن، هم ای اکس پی ترنینگ هستن و هم ای فوتبال کوین میتونیم ازش بگیریم که این قسمت رو ادامه ویدیو من کاملتر بهتون میگم. بریم سراغ این قسمت و تغییراتی که ما توی بازیکن‌ها داشتیم بعد از آپدیت ورژن جدید بازی. یه سری از بازیکن‌ها که قبلا 4 ستاره بودن الان تبدیل شدن به بازیکن‌های 5 ستاره. مثلا میتونیم به موسیالا اشاره بکنیم، به گاوی اشاره بکنیم که قبلا 4 بودن الان شدن 5 ستاره. یه سری از بازیکن‌هام اوورالاشون بیشتر شده، چند تا اوورال به اوورال قبلیشون اضافه شده و اوورال بیشتری تونستن کسب بکنن توی بازی. بریم سراغ قسمت کانترکت و ببینیم چه تغییراتی رو میتونیم اینجا ببینیم. اول از همه شروع میکنیم از بازیکنهای بیس و استاندارد خودمون که تغییراتی رو داشتیم توی پست و قیمتی برخی از این بازیکنها. همونطور که میبینید الان لئو مسی پست جدید SS گرفته و قیمت برخی از بازیکنها هم دچار تغییر شده. مثلا الان رابرت لواندوفسکی 740 کجی پی قیمتشه. سرمربی لژندری هم دوباره به بازی برگشتن. اگه وارد قسمت پک ها بشم، من 3 تا سرمربی لژندری اینجا وجود داره. پپ گواردیولا ورژن 2008-2009 اش که 500 سکه از قیمتش، یوان کروف افسانه ای 91-92 اینم 500 سکه، و کانوارای 2019 که قیمتش 300 سکه هستش. بریم سراغ باکس های جدیدی که بعد آپدیت به بازی اضافه شدن با هم دیگه بررسی روشون انجام بدیم. اول از همه شروع بکنیم از باکس لژندری رایگان تیم ملی برزیل. یه دونه شانس رایگان به هممون داده که میتونیم یکی از این بازیکن لژندری رو ساینش بکنیم. زیکو وجود داره، رونالدینیو، روماریو، ریوالدو، روبرتو کارلوس، کافو، البر و ببتو داخل این پک هستن که ببینیم من کدوم بازیکن میتونم بگیرم. خب بریم سراغ شانس رایگان از این قرعه ببینیم که کدوم بازیکن میتونم بگیرم. امیدوارم رونالدینیو رو بتونم بگیرم، واقعا خیلی خوب میشه اگه بتونم رونالدینیو رو بگیرم. اسکیپشو بزنم، فکر کنم رونالدینیو بود. بله، من یه لحظه موها شو دیدم رونالدینیو تونستم بگیرم. شانسم بد نبود، برای شروع خوب بود، تونستم رونالدینیو رو از اینجا بگیرم. خیلی هم راحت و خیلی هم عالی. اما بریم سراغ باکس های خفنی که به بازی اضافه شدن. اما قبل اینکه بریم سراغ باکس ها، همونطور که دارید ملاحظه میکنید یه تغییری رو داشتیم بعد از آپدیت ورژن 2.4.3 و اضافه شدن این قسمت ها هستش که ما قبلا هم چیزی نداشتیم، ولی توی پیس چینی اینا بودن که ما به جای اینکه بیایم 100 تا کوین بزنیم و یکی یکی بازیکن رو ساین بکنیم، یهو میتونیم یک کوین بزنیم و 10 تا بازیکن رو با هم دیگه ساین بش بکنیم که بیشتر به درد اونایی میخوره که خب سکشون زیاده و میخوان زودتر بازیکن های داخل پک رو بگیرن. میخوام این میتونن یهو بزنن 10 تا بازیکن رو با هم دیگه بگیرن. ولی جالبی کار اینجاست که شما در حالت 10 تایی 100 سکه هم تخفیف اینجا خورده. مثلا 10 تا بازیکن میتونید بگیرید فقط به قیمت 900 سکه، یعنی یه 100 سکه هم اینجا بهتون تخفیف میده که خب به درد من که نمیخوره. اما بریم سراغ باکس اولمون، باکس اپیک منچستر یونایتد که به بازی اضافه شده با حضور دیگو فورلان. اگه یادتون باشه توی 2021 یکی از وحشتناکترین و غول‌های بازی دیگو فورلان، آیکون دیگو فورلان بودش نسخه منچستر یونایتد، که اینجا بیگ تایم منچستر یونایتد دیگو فورلان به بازی اضافه شده. ببینیم که همون قدرت آیکون PS21 داره یا نه. در کنارش هم دیلاو رو داریم و کاگاوا هم به بازی اضافه شدن که به صورت اپیک هستن. خب من میخوام این شانس رایگانمو بزنم از این قسمت و بریم سراغ باکس های بعدیمون. خب دیگو فورلان همونطور که ملاحظه میکنید گل پوچر هستش. آماراش البته ترند شده نیستش هنوز، ولی خیلی بازیکن خوبی بود داخل PS21. امیدوارم که حالا داخل ای فوتبال هم همچین بازیکن خوبی از آب در بیاد. خب مهارت های شوتش که قشنگ تکمیلن دیگه، لانگ رنج کرلر هست، ناکل شات داره، دیپینگ شات داره، لانگ رنج شوتینگ هم داره، وان تاچ پاس، ترو پاسینگ هم داره. یعنی بازیکن خیلی خوبی بود توی PS21. امیدوارم که توی ای فوتبال همچین چیزی باشه. بریم سراغ این شانس رایگان من ببینیم چه اتفاق میفته. اگه کنامی
ای بابا یه بار نشد دل منو خوشحال بکنین لعنتی. خب شانس رایگانمون مهم نیست، این از این. یه دونه سی اف گرفت، نمیدونم سی بود سی اف بود چی بود، ولی خب بریم جلوتر که اینجا اپیکی داریم از ژاپن و بازیکنای ژاپنی که حالا زیاد مهم نیستن، فکر نکنم کسی بیاد حالا اینو ساین بکنه، و بریم سراغ قرعه پیوتی دبلیو یا قرعه برترینای هفته با حضور چند تا بازیکن خیلی خوب که همونطور که ملاحظه میکنید پدری رو ما اینجا داریم، در کنار پدری رودری رو داریم و گنبری هم داخل این پک حضور داره که حالا میتونید ساینش رو انجام بدید طبق بازی‌هایی که هفته گذشته برگزار شده. این پک هم به بازی اضافه شده. خب یه دونه پک دیگه هم اینجا اضافه شده که اسمش واقعا برای من سخته، سیدی گوادالاراجا هست، نمیدونم خیلی تلفظش سخته. خب یه دونه شانس رایگان از اینجا داریم ما که بریم سراغ ساین کردنش. خیلی سریع من اینو ساینش بکنم ببینید کدوم بازیکن میتونم بگیرم. اینو اسکیپ میکنم زیاد مهم نیست، حداقل بازیکن خوب بهم بده. LWF 78 دست در نکنه کنم. خیلی ممنونم ازت. خب بریم جلوتر که اینجا چلسی رو داشتیم که خب دوشنبه اضافه شده بود هیچی، اما دو تا پکی که دوباره به بازی اضافه شدن، اونم پک پلیر ترانسفرس رو داریم و پک کلاب آیکون رو داریم که مجددا اینا به بازی اضافه شدن و با بازیکنای جدید. اول از همه بریم سراغ قسمت بازیکنای پلیر ترانسفر که اینجا واقعا من منتظر رونالدو بودم اینجا. یا رونالدو واقعا اینجا جاش خیلی به نظر من خالیه، یا رونالدو حقش بود که اینجا باشه. خب ژو فلیکس رو داریم و در کنارش کلی بازیکن دیگه هستن که طبق آخرین نقل و انتقالاتی که صورت گرفته اینجا این بازیکن ها حضور دارن، مثلا سابیتزری که اومد من یونایتد و چه میدونم یان زومری که رفت بایر مونیخ و حالا داخل این پک هستن. از بازیکن 5 ستاره بگیر تا بازیکن های 3 ستاره. و در کنارش اینجا پک کلاب آیکون هم داریم که مجدد به بازی اضافه شده که اینجا هم با نومینیتینگ کانترکت میتونید بازیکن ها رو ساینشون انجام بدید که بازیکنهای مختلفی حالا داخل این پک هم حضور دارن. از میکل اویارزابال بگیر، ریس جیمز بگیر، وراتی بگیر تا بازیکنهای دیگه. توی این تصویر به کارتهای اپیک و بیگ تایم جدیدی که قراره به بازی اضافه بشن اشاره کرده که از اپیک ها به دینیس لاو، ایتو و فیگو اشاره کرده که خب دینیس لاو و ایتو امروز به بازی اضافه شدن، فیگو و چند تا بازیکن دیگه قراره هفته بعدی به بازی اضافه بشن، و در مورد کارتهای بیگ تایم هم به دیگو فورلان که امروز اضافه شده اشاره شده، و همینطور راول افسانی رئال مادرید هم اشاره شده که و در کنار چند تا بازیکن دیگه که قرار هفته آینده به بازی اضافه بشن. بریم سراغ ایونت های جدیدی که بعد از آپدیت به بازی اضافه شدن. کلی ایونت جدید اضافه شده با هدیه های مختلف، ای فوتبال کوین، جی پی، ایکس ترنینگ و هدایای مختلف. اول شروع میکنیم از تور ایونت نشنال تیم که هدیهش ای ایکس ترنینگ هست، میتونید تکمیلش بکنید و ای ایکس ترنینگ تون رو دریافت بکنید. تور ایونت اف سی چمپیونز لیگ هم داریم که یه دونه شانس رایگان میتونید بگیرید. از خود قرعه اف سی چمپیونز لیگ هم میتونید کار انجام بدید. تور ایونت لیگ انگلیس رو داریم که یه دونه شانس رایگان میتونید بگیرید از قرعه پی او تی دبلیو یا قرعه پوت. این تور ایونت بعدیمون تور ایونت لیگا بی بی و ام ایکس هستش که میتونید یه دونه شانس رایگان بگیرید از همون قرعه ای که نمیتونستم اسمشو بخونم، اولش سی دی داش، از همون میتونید یه دونه شانس رایگان بگیرید. اما بریم این ورتر، چالش ایونت اف سی چمپیونز لیگ هم باز دوباره داریم که 20 کا جی پی مهم نیست، اما دو تا ایونت سکه دارم امروز به بازی اضافه شد. چالش ایونت لیگ انگلیس با هدیه 50 تا ای فوتبال کوین، و در کنارش هم چالش ایونت جی لیگ رو داریم که اینم 50 تا ای فوتبال کوین به عنوان هدیه میتونید دریافتش رو انجام بدید. بریم سراغ کمپین کارنیوال و جوایزی که میتونیم از این کمپین بگیریم توی 4 بخش مختلف. قسمت اولش همون قرعه لژندری رایگان از باکس تیم برزیل بودش که زدیم با هم دیگه و تموم شد. قسمت بعدی لاگین بونوس هاش هستن که 60 کو ایکس بی ترنینگ، 160 کو جی پی و در کنارش 100 تو ایفودل کوین میتونیم بگیریم. فقط کافیه که روزانه بیاد وارد بازی بشید، کار خاصی دیگه نمیخواد انجام بدید. قسمت بعدی ابجکتیوش هست که 50 کو ایکس بی ترنینگ و 180 کو جی پی بهمون میده، و در قسمت تور ایونت هم میتونیم 60 کو ایکس بی ترنینگ و 80 کو جی پی کسب بکنیم. بریم سراغ قسمت میژن، قسمت ابجکتیو و بخش جدیدی که بهش اضافه شده تحت عنوان کارنیوال که جوایزش رو قبلتر توی خود کمپین کارنیوال بهتون گفتم. بریم سراغ قسمت مچ پاس و بررسی این قسمت. خب مچ پاس رگولار اول داریم که برای همه هستش. شما میتونید دو تا نومینیتینگ کانترکت 3 ستاره، یه دونه 4 ستاره و یه دونه 5 ستاره بگیرید. در کنارش هم یک ترنینگ و یه دونه تیک تمدید میتونید از مچ پاس رگولار بگیرید. مچ پاس بعدی مچ پاس والیو هستش که همونطور دارید ملاحظه میکنید کارت پلیر ترانسفر دانجوما هم اینجا وجود داره. در کنارش اون ایکس پی و نومینیتینگ و تیکت و سکر هم میتونید بگیرید. و در مچ پاس پریمیوم هم ما کارت پلیر ترانسفر دالی بلیند رو داریم در کنار بقیه جوایز. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو و اتفاقاتی که بعد از آپدیت ورژن 2.4.3 داخل بازی افتادن و با هم دیگه بررسی روشون انجام دادیم. اگه خوشتون اومد حتما از اون پایین لایک و بزنید، کانال هم اگه هنوز سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب بکنید، زنگولش هم بزنید. تا ویدیوهای آینده خدا نگهدار.